سلام، من شهریار هستم. اینجا پارسی تی وی با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این دفعه در مورد خانم سوسن تسلیمی، یکی از پرطرفدارترین بازیگران چند سال گذشته ایران. پس با ما همراه باشید. پیشا پیش مرسی از اینکه پایین همین ویدیو عضو کانال ما میشید و با زدن دکمه زنگوله از ویدیوهای جدید ما مطلع میشید. همچنین با لایکتون از فعالیت‌ها و کارامون حمایت میکنید. سوسن تسلیمی، متولد بهمن ماه 1328 شمسی در شهر رشت، خانواده وی نیز از اهالی سینما و فرهنگ آن دوران بودند. سوسن تسلیمی کار خود را با بازیگری تئاتر در سال 50 آغاز کرد و دو سال بعد هم در همین رشته در دانشکده هنرهای زیبا به تحصیل پرداخت. او در دوران دانشجویی و پس از آن با افراد به نام بسیاری چون داریوش فرهنگ، هرمز هدایت، مهدی هاشمی، بیژن مفید و بهرام بیضایی همکاری میکرد. سال 57 بود که سوسن تسلیمی برای اولین بار وارد سینما شد و در فیلم بهرام بیضایی به نام چریکه تارا به ایفای نقش پرداخت. پدرش خسرو تسلیمی مدیر تولید و تهیه کننده بود. مادرش منیژه آخوندنیا بازیگری میکرد و برادرش سیروس تسلیمی فیلمنامه نویس و تهیه کننده و بازیگر، هر سه از چهره های عرصه فیلم و تئاتر بودند. سوسن تسلیمی فعالیت حرفه‌ای خود را از سن 22 سالگی در سال 50 با تئاتر آغاز کرد. سپس به دانشگاه رفت و فارغ التحصیل شد و تا سال 57 همان گونه تئاتر کار میکرد. در سالهای اول بازیگری با داریوش فرهنگ در گروه تئاتری پیاده آشنا شد. این ارتباط منجر به آشنایی بیشتر و ازدواج شد و این دو صاحب دختری به نام توکا نیز شدند. اما بعد از سالها زندگی به دلیل تصمیم به مهاجرت در سال 66 از همسرش جدا شد. سوسن تسلیمی علت جداییش را اختلاف سلیقه عنوان میکنه. او پس از بازی در نمایش‌های درخشانی مثل باغ آلبالو، روسبی بزرگوار، دایره یچی قفقازی و با خشم بیادار در سال 58 آخرین نمایش تئاترش رو در ایران بازی میکنه و پس از ایفای نقش در مرگ یزگرد به کارگردانی بهرام بیضایی به دلیل اختلاف با مدیران تئاتر شهر برای همیشه از تئاتر ایران جدا میشه. تاریخ سینما و تئاتر ایران کمتر بازیگری مانند سوسن تسلیمی به خود دیده که استانداردهای بازیگری جهانی داشته باشه. از طرفی در تاریخ سینما و تئاتر جهان هم بازیگران زن بسیار اندکی وجود داشتند که از قالب کلیشه خارج شده و بدون اتکا به بازیگران مرد صاحب سبک شدند. تسلیمی اولین بازیگر زن صاحب سبک سینما و تئاتر ایرانه که با وجود کارنامه هنری نچندان پرکارش با ایفای نقش‌های متفاوت و به یاد ماندنی برای همیشه نام خود رو در فهرست بهترین بازیگران ایرانی ثبت کرده. کمتر منتقد به اهل سینمایی پیدا میشه که بازی‌های درخشان وی رو تحسین نکرده باشه و از سوسن تسلیمی به عنوان یکی از بهترین بازیگران زن سینمایی کشور یاد نکرده باشه. اما او درباره خودش میگه: من زیبایی چهره استانداردی آنگونه که قابل گفتن باشه ندارم. من وقتی در نقشی بازی میکنم سعی میکنم به اون نقش زندگی بدم. شاید نقشه که حضور پیدا میکنه و در واقع یک نوع زیبایی در حضوره. پدر و مادر تسلیمی عضو حرفه‌ای‌ترین گروه‌های تئاتر رشت بودند و سابقه هنری زیادی داشتن. پدر سوسن تسلیمی، خسرو تسلیمی، که از تهیه کنندگان مطرح سینما و تئاتر ایران پیش از انقلاب بود، در کنار نمایش‌های تئاتر پرتعداد در 10 پروژه سینمایی هم به عنوان تهیه کننده شرکت داشته. اما منیر آخوندنیا، مادر سوسن تسلیمی، هم از بازیگران حرفه‌ای تئاتر بود که تجربه 5 فیلم سینمایی هم به عنوان بازیگر داشت. سوسن تسلیمی به واسطه یه خانواده یه هنرمندش از همان انفوان کودکی با بازیگری آشنا میشه و در کنار پدر و مادر در فضای تئاتری زندگی میکنه. خانواده‌ای که علاوه بر سوسن تسلیمی، سیروس تسلیمی، برادر سوسن تسلیمی رو هم به سینما و تئاتر ایران معرفی کرده که به عنوان بازیگر، تهیه کننده، فیلمنامه نویس، سابقه همکاری با فیلمسازان مهمی مانند بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی، پوران درخشنده و ایرج قادری رو داشته. سوسن تسلیمی در سال 50 وارد گروه حرفه‌ای تئاتری به رهبری آربی آوانسیان، یکی از مطرح‌ترین کارگردان تئاتر قبل از انقلاب، میشه و به گفته خودش بازیگری تئاتر رو در عمل در این گروه میآموزه. او همچنین پس از ورود به حوزه بازیگری تئاتر در سال 52 از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته تئاتر فارغ التحصیل میشه. بهرام بیضایی که سالها در نمایش‌های تئاتریش از سوسن تسلیمی به عنوان بازیگر اصلی استفاده می‌کرد، فیلمنامه‌های دهه 50 را هم با سوسن تسلیمی نوشت.
اولین همکاری سینمایی این زوج هنری فیلم چریکه تارا در سال 57 بود که به دلیل مصادف شدن با ناآرامی‌های آن سال‌های ایران در جریان انقلاب اسلامی سال 57 نیمه تمام ماند و در سال 60 تکمیل شد. چریکه تارا اولین فیلم توقیف شده بعد از انقلاب و همچنین اولین فیلم تاریخ سینمایی کشور ایران بود که در جشنواره فیلم کن فرانسه حضور پیدا کرد. سوسن تسلیمی در این فیلم هم مانند همیشه درخشید و به خاطر بازی در نقش یک زن مقتدر در جشنواره سن سباستیان مورد تقدیر قرار گرفت. چریکه تارا توقیف شد و سوسن تسلیمی برای مردم عام همان گونه ناشناس ماند، تا اینکه در سریال درخشان سربداران به کارگردانی محمد علی نجفی ایفای نقش کرد و با ارائه بازی گیرا و درخشان در این سریال که یکی از به یاد ماندنی ترین سریال های تاریخ ایرانه به چهره ای شناخته شده تبدیل شد. هرچند این اولین بازی تلویزیونی سوسن تسلیمی نبود و او در تئاتر روسپی بزرگوار در سال 50 و همچنین حلقه جادو در سال 52 کارهای تلویزیونی رو تجربه کرده بود. سوسن تسلیمی با بازی در نقش فاطمه در سریال سربداران توانست چهره‌ای مقتدر و فعال از یک زن رو ترسیم بکنه که در تاریخ بازیگری ایران و حتی جهان کم سابقه است. پس از پایان این سریال و در سال 64 سوسن تسلیمی در مقابل دوربین علی ژکان قرار گرفت تا این بار با بازی در فیلم مادیان تحسین منتقدین رو برانگیزه و در سال بعد در فیلم تلسم ساخته داریوش فرهنگ بازی کرد. و این بار در نقش زنی فرمانبردار و آرام متفاوت ترین بازی سینمایی خود رو تجربه کرد. این فیلم که بر اساس نمایشنامه قلعه کولاک نوشته بهرام بیزایی بود در 5 رشته در 5مین جشنواره فیلم فجر نامزد شد تا به یکی از مهمترین آثار داریوش فرهنگ تبدیل بشه. همکاری بیزایی و سوسن تسلیمی در آن سالها تا جایی بود که سوسن تسلیمی در تمام مراحل تولید فیلم شرکت داشت و حتی در مرحله تدوین هم به بیزایی مشورت میداد. در سال 65 و متأثر از سالهای جنگ سوسن تسلیمی ایده ساخت فیلمی رو به بیزایی میده و با موافقت بیزایی این ایده به فیلم باشو غریبه کوچک تبدیل میشه. فیلمی که هرچند به دفاع مقدس میپرداخت اما با سلیقه عجیب مدیران فرهنگی آن دوره توقیف شد و تا سال 68 تکرار نشد، سالی که سوسن تسلیمی دیگر در ایران حضور نداشت و نتوانست یکی از بهترین بازیهای تمام ادوار بازیگریش رو در کنار مخاطبین ایرانی تماشا بکنه. پس از اکران فیلم باشو غریبه کوچک موجی از نقدهای مثبت درباره این فیلم نوشته شد. حتی منتقدین سختگیری مثل مسعود فراستی زبان به ستایش این فیلم گشودند و بیش از هر چیزی از بازی بی‌نقص تسلیمی در باشو غریبه کوچک سخن گفتند. تعداد زیادی از منتقدین و اهالی سینمای کشور ایران بازی سوسن تسلیمی در این فیلم رو بهترین بازی تاریخ سینمای کشور ایران دانستند و این فیلم رو در جرگه بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای کشور ایران قرار دادند. در سال 66 و پس از ایفای نقش در فیلم شاید وقتی دیگر به کارگردانی بهرام بیزایی، سوسن تسلیمی ممنول کار شد تا چاره‌ای جز مهاجرت از ایران را نداشته باشه. به این ترتیب سینمای کشور ایران یکی از بهترین بازیگران تمام ادوارش رو از دست داد. تسلیمی پس از ورود به سوئد در فیلم مرز به کارگردانی رضا پارسا ایفای نقش کرد، اما پس از این تجربه از سینما فاصله گرفت و تمرکز خود رو روی بازیگری، نمایشنامه‌نویسی و تدریس تئاتر قرار داد. پس از مهاجرت به سوئد با مشکلات بسیاری مواجه بود، از سختی یادگیری زبان سوئدی تا ناشناس بودنش برای جامعه هنری سوئد. اما این بانوی فوق‌العاده سینما و تئاتر ایران به سرعت پله‌های ترقی رو طی کرد تا اینکه تونست با نمایش مدعا موجب حیرت همگان بشه و جامعه هنری سوئد رو به تحسین مجبور بکنه. موفقیت‌های تسلیمی پس از اجرای مدعا ادامه پیدا می‌کنه و علاوه بر بازی و کارگردانی‌های متعدد تئاتر، تسلیمی چند سریال رو هم برای تلویزیون سوئد تولید می‌کنه که عشق 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 و بازداشتگاه از مهمترین آنها هستند. او همچنین در سال 81 فیلمی به نام حادثه غریب الوقوع رو هم کارگردانی می‌کنه. از سال 78 دیگر در قالب بازیگر ظاهر نشد و به نمایشنامه نویسی و کارگردانی تئاتر پرداخت. تسلیمی بین سالهای 78 تا 81 عضو هیئت مدیره انیستیتوی فیلم سوئد بود که مرجع اصلی بازرسی بر فیلم‌های سوئده. او همکنون در وزارت فرهنگ سوئد از اعضای هیئت مشاورین تئاتر و عضو هیئت مدیره انیستیتوی معرفی فرهنگ سوئد به دیگر کشورها نیز هست. تسلیمی در این سالها بیشتر از هر کار دیگری به تدریس بازیگری در مدرسه عالی بازیگری استکهلم مشغوله و عضو هیئت مدیره این مرکز هم هست. او در سال 2002 جایزه شخصیت ممتاز فرهنگی کشور سوئد را دریافت کرد و در همان سال نامزد وزارت فرهنگ سوئد از سوی حزب بورژوا بود.
مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظرات خودتون رو راجع به این هنرمند تکرار نشدنی تاریخ سینما ایران پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت بکنید.